باشک تو گپ بزنی که چیزی نگفتی. با سلام مجدد خدمت بیننده محترم تلویزیون آریانا، برنامه مباحثات انتخاباتی میزبان شما محمد نصیر فیاض و مهمان های برنامه ما هستند آقای ذبیح الله غازی نورستانی کاندیدای رئیس جمهوری و شهلا عطا کاندیدای رئیس جمهوری داشتید با ما هستند که شهلا تا میگن زیاد از ما سوال کنیم چون میخوایم زیاد جوابتون. میایم سر موضوعات اقتصادی. سر فرنگی اول صحبت میکنیم بعد شما سر اقتصادی. خب یک کوتاه فرهنگ. اگر شما میامدین ما پنج درس ما داریم. یک تعریف از فرهنگ. با پنج درس وقتی خود کاندید کردیم ما استراتژی ما براتون گفتم. ما ضرورت نداشتیم شما لغت رو برام میگی که لغت برام اسپین کن. اینو ببین چرا با فرهنگ اگر وقتی با فرهنگ نفهمیم پس چطور ما خود کاندید جسد خب میشه بود معرفی کنیم که این فرهنگ چیست فرهنگ افغانی چیست فرهنگ افغانی چیست فرهنگ افغانی بلندترین و مقدسترین فرهنگی داشتیم اما متاسفانه همین که میگیم فرهنگ داشتیم این فرهنگ چیست فرهنگ چیست میگن سکنین فرهنگ ما برتان حال تشریح میکنم چون گفتین انگلیسی نگوی برادر من فرهنگ کلمه انگلیسی نیست نه میخواستم تشریح رو برتان بگویم کسی بگیم میکنم سکنین افغانستان بهترین کلچر و فرهنگ ما داریم هم کلچر و هم فرهنگ ما داریم فرهنگ افغان فکر نمیکنم که بسیاری از کشورها داشته باشه اما متاسفانه ما برتان توضیح میدم شما بفرمایید اجازه بدین شما که ما برتان توضیح بدم که فرهنگ چی است فرهنگ افغانستان فعلا از بین رفته فعلا فرهنگ بسیار کمی ما داریم بسیار تعداد کمی مردمی است که فرهنگ را نگاه کردن به افغانستان فرهنگ افغان را نگاه کردن به اثر مهاجرت ها اگر با پاکستان ما رفتیم امیال شما ببینیم با مابین عروسی ما لباس برادرای ایندوی ما پوشته میشه سرخ ساری با بیشانیشون قشقه مانده میشه اما تنهایی فرهنگ نیست شما تعریف کنید ما بفهمیم ما هم با برنامه خود بگنجانیم من پیشتر براتان گفتم که ارزش های معنوی تنها فرهنگ نیست مجموع دستاورت های مادی و معنوی یک جامعه را میتونیم فرهنگ بگیم مثلا ما بادر شما معلوم ساده ادبیات از شما جهانی سپس شما اجازه بتید ما هم صحبت یک نقطه شما چرا تو با یک نقطه یک نفر هم میگیریم یعنی کاملا میخواین تمام کاندیدار بی سواد شما معرفی کنید منظور ما این است که شما اجازه بدید هرگاه شما فرهنگ نفهمین چرا ما فرهنگ نمیفهمیم ختمش در قبال شما فرهنگ افغانستان نمیدونید خواهش میکنم شما اجازه بدید اما کاندیدار شما نخواهید که یک دم مثل بسیاری از میدیایی که ترور شخصیت ها میکنن نه بیندایم احترام باید داشته باشین نخیر احترام داشته باشین احترام به خانم داشته باشین منظور احترام چی است سوالای بدل شما داشته باشین شما نه سوالای بدل شما باید کنیم مؤدبانه پیش برین آقای فیاض نه ما بیادبی کردیم ما گفتیم فرهنگ کسی بیادبی است شما از ساعتی که ما ششتیم این چی میگن؟ این لغت چی میگن؟ گایی برادر ما رو میپیچونین گایی ما رو میپیچونین ما مزرد میکنم این کسی پرگرام رو باشه اصلا من به این پرگرام آسان نمیشم یک کاندیدای ریاست جمهوری کاندیدای ریاست جمهوری همیشه به استراتژیم دارم همیشه براتون گفتم پلانای آینده 5 ساله ما براتون تشریح کردم اون روزم که اومدم براتون گفتم اما این فرهنگ چرا ما فرهنگ امیال ما فرهنگ افغانی داریم شما جواب بدید نه این فرهنگ در استراتژی شما هست بله هم میره بنی که شما بر من جواب بدید ما امیال فرهنگ با ما بین کشور خود داریم ما فرهنگ داشتیم لباس افغانا فرهنگ افغانا میمان نوازی افغانا فرهنگ کلتوری افغانا فکر نمی کنم که هیچ ملک و مملکتی داشته باشه شما کیپ میگین فرنگ 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 یعنی مانای شما از فرنگ چیست کدام فرنگ شما میخواین متشنه بکنیم یک نقطه را فراموش نکنیم که مجموع این نقطه نظرها خواست مردم است که کاندید ریاست جمهوری چقدر میفهمه حداقل امی راهکارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی یک بله ما استراتژی ما خواندیم آقای فیاض استراتژی شما 20 دفعه برشون خواندیم نه استراتژی شما تشریح کنیم برای جمهور میشم ما تشریح دادیم بر ملت بعدن هم که ما بخیر جمهور شدم بعدن با تشریح میتر میبینن میارای کلی سیستماتیک بله. اقتصادی در نظام حاکم یا نظام بعدی سیاسی از دیدگاه شما چی میتونه باشه از نگاه اقتصادی بله از نگاه اقتصادی ما بازار آزاد طرفدار بازار آزاد هستم چرا برای اینکه سیستم بازار آزاد فعلا طرفدار بازار آزادم هستم و بازار مختلط سیستم بازار مختلط فعلا میخوایم نه طرفدار بازار آزاد هستی هم بازار مختلط میخوای برای اینکه سیستم مختلط یک نوع مرحله گذاری است که برای سیستم اقتصادی آزاد فعلا یک بستر مساعد در تشکر بسیار زیاد با آقای نورستانی
دیدگاه شما در مورد سیستم حاکم نظام سیاسی که شما در نظر دارین در پلانهایتان در ختمه شدن و من آگزید استم پرسان بکنم که بر مبنای کدام خطوط اقتصادی شما حرکت میکنین چی است؟ برنامه خطوط اقتصادی ما اقتصاد اسلامی است و پالیسی اسلامی اقتصادی داریم او در دو بخش است یکی که ما مخالف نظام سود هستیم که حرام است در مقابل ازی ما سیستم بانکی دولت افغانستان با اساس مضاربت منظم میسازیم یعنی در تاوان و فایده باید شخصی که در یک بانک پیسه میمانه باید او شریک باشه هم در تاوان و هم در فایده ای به گته مرد ای به فایده مردم است چرا که اکنون در امریکا شما میبینین بانک هایی که سود میگرفتن دو دفعه سه دفعه بنکرفت شدن یعنی از تمام حقوق خود اینا تیر شدن و دوباره دولت به اینا کمک کردن مگر در خود امریکا فعلا امی مایکرو فایننس سیستم و یا مثلا امی بانک سیستمی که اسلامی میگم با اساس مضاربت و فایده و تاوان شریک بودن و بانک ها هنوز هم بسر پای خود استاد هستن و پیش میره و بسیار کامیاب هستن و یکی و چون پالیسی ما پالیسی است که تولیدات داخلی کشور ما باید حتما بالا ببرم و این تنها در یک صورت راهکار رشد تولیدات داخلی چیه؟ راهکار رشد تولیدات داخلی ما اینمی 50 جریب زمین است به خاطر از اینکه ما باید با 75% مردم کار پیدا کنیم و 75% مردم باید در ساختار اقتصادی کشور ایسا بگیرن که یک نگیرفتن یک چیز که باید میشه به عنوان مثال بدیم در بخش از موارد امی تولیدات زراعتی که شما بیشتر سرش تاکید دارین در افغانستان تا گنده میشه امی سیب ما یا بعضی تولیدات دیگه مثلا کچالو پیاز بازار خرید در بیرون نداره اما برعکس امی سیبای پاکستان یا از چین یا میوه‌جات حتی سیر از چین در افغانستان با نصف قیمت تولیدات داخلی افغانستان فروش میرسه من میدانم که چرا به خاطر جلوگیری بازم برات میگم تا وقتی که مردم افغانستان به شکم سیر نشوه خودشان هیچ نوع فشار خارجی را اینا مقابله کرده نمیتواند و تا وقتی که این کار میکنیم لذا با مردم باید زمین توزیع شوه و زمین باید بسر کار بیه گندم و آرد باید زیاد شوه تا ما بتانیم به پاکستان بگیم که سیب تک کار نداریم اگر سیب مر نمیخری بازو میگه که خب ما برد گندم نمیتیم ما گفتم هیچ نمیتیم هیچ چیز کار ندارم دی وقتی صورت شروع میدگنه که مردم افغانستان خودش تکافوی غذا را داشته باشه و خصوصا این وظیفه یک دولت مردمی و خدا ترس با یک تشکر خدا ترس است که میتونه مارکیت بین المللی رو برای سیبا و برای چیز خود پیدا کنه ما چون فعلا یک دولت ناقص داریم اونا نمیتونه که به شکل درست ملت خدا و بازار بین المللی رو برای سیبای ما پیدا کنه تشکر میکنی که از توتی من پیدا نمیشه تشکر باش که خانم عطا باز گله نکنه دیدگاه شما چی است خانم عطا ما از کدام راهکار میتونیم تولید داخلی رو رشد بدیم ام یک مثال هم دادم که مثلا در اکثر موارد سیبای ما گنده میشه بازار خرید ما نداریم یا بسیار امتی که تولیدات مشابه ما در داخل داریم از کمپانی های خارجی میای اما تولیدات مشابه و ضربه میزنه تولیدات داخلی ما را به نصف قیمت اونا سبسایدی میتن تا اینکه ما نتانیم در مقابل از او رقابت بکنیم در مجموع به خاطر جلوگیری از این به خاطر تولیدات داخلی افغانستان کدام راهکارها را میتونیم اتخاذ بکنیم خب اول به افغانستان تولید صادرات که از بیرون داخل میشه به افغانستان مالیه یا تکسی که سر از اونا گذاشته شده تکسی باید بسیار بلنده باشه وقتی که تجار ما از افغانستان صادر میکنن سه قسم باید تکس باشه یکی تکس وارداتی که اونا وارد میکنن به افغانستان و یکی صادراتی که ما داریم ما روان میکنیم یا چیزایی که ما به افغانستان تولیدی که داریم به افغانستان اینا باید زیادتر کم باشه یعنی شما تعرف های گمرکی رو در مقابل بله. تولیدات مشابه بالا میبرید بله وقتی که صادراتی که از خارج میه یا از خارج بر ما میاد باید اونا تکسی زیادتر بتن مالی زیادتر پرداخت کنن تجار ما وقتی که صادر میکنن چون از داخل خود کشور ماست از اونا کمتر باشه اما بر بازاریابی تجاری که بسیار ضعیف هستن بر از اونا زیادتر کم باشه 3 نوع تکس باید وجود داشته باشه با افغانستان چون وقت